آقا بچه ها روز جشن روز بهارساره، امروز چندم 5 آبانه 1404 و روز پرستار رو بچه ها دارن تزیین میکنن اتاق و البته آبدار خونه هست اینجا بیشتر بمانه بادکنک هم که اینجا افتاده و چسبیده خب. آقا روزتون مبارک باشه بچه ها. آصف جانه الیاس هم نمونه شده استاد الیاس اما که این که خبر داده آره حتی من تو کانال عنوان نکردم که پرستار نمونه شدم بله ولی الان عنوان که پرستار نمونه شده صفحه باشه صمیمیت باشه یه اینجور دیگه بادکنه اگه داری ترکید نه؟ چی بود تو ترکوندی؟ نه خودش ترکید بادکنه خواهی یه بودم صدای وحشتان که میمونن شیرنی ها آوردن به به شیرنی ها توی شیرنی ها به جای کترولاک این بیکمپلکس که همون مجون طلایی خودمونه بچه ویتامین سی میگه فصل سرما که اصلا ما سرمایی ندیدیم ولی خب پاییز شروع شد و ویروس و آنفلانزا اینا رو باره شویش بیشتر شده من خودم که یه سرماخوردگی خیلی بدی گرفته بودم که ویدیوش هم ساخته بودم نحوه رگگیری به خودم تو خونه خودم سرم زدم الان هم میخواییم یه سرم هافسالین برداشته همکارمون و میخواییم اینا رو بریزیم داخل سرم و به یکی از بچه های همین بیمارستان وصل کنیم تو چه خبر؟ سلامت باشیم قبلا در مورد آماده سازی سرم ها، نحوه شکستن آمپول ها، نحوه کشیدن آمپول ها، نحوه آماده سازی ویال ها، در واقع نحوه رگگیری، آماده سازی سرم اینا همه ما در موردش صحبت کردیم. نحوه هواگیری، نحوه وصل کردنش به آنژوکت، در مورد همه اینا ما صحبت کردیم. حالا دوستان اگه داخل کانال تشریف ببرین، تو قسمت پلی لیستا میتونین ببینین. اینم به کمپلکس ویتامین سی که معجون طلایی من بهش میگم اگه دچار سرماخوردگی شدین یه دو سه تا از این سرما بزنین اوکی میشین یعنی در یه روز نه کلا هر روز یه دونه سرم بزنین اوکی میشین سوپره باشدم میام هواگیریش هم انجام میشه و بعدش میریم واس کنیم خب رگ کدوم رگ میخوای بگیری همینو بگیر رگ صاف و اگه زیاد چون معمولا کسی که سنشون بالا نادر گره داره نه اولش بود برک خیلی مهمه ببینم چی کار میکنیم یه ذره بکش بیم خون میاد نه نمیاد به تو رگ نیست رگ رو لمس کن بعد برو تو رگ رگ رو میبینی بکش بیرون خون میاد نه خون نمیاد یه دقیقه بکش بیرون نه اون رو بدش سوزن که بکش بیرون خب الان ازره ادامه بده با سوزن یا بدون سوزن برو جلو ازره خب بیمی همینجا فیکسش کنه میاد بکش بیرون دیگه سوزنی سوزن رو بکش بیرون خب نه یه ذره سب یه ذره بکش بیرون ببینم کجا تو رگه اینجا تو رگه خب همینجا اوکیش کن همینجا فیکسش کن بدش کن همینجا فیکسش کن فقط یه چسب بزنید روش قبلش هم یه تستی بکنین که ببین مطمئن بشین که تو رگ باشه سرم زیر پوستش نره یه وقت مواظب باشین فقط دقیقا باید همینجوری فیکسین یه ذره هول بدی داخل قد میشه این رگه احتمالا کوتاه بوده چی خب دست بردار خب بیا چیز کن یه سرنگ آب مقطر بیار ببینم چه جوریه بس چون چیزه نمکیه ترسم اذیتش کنم آب مقطر باشه باز بهتره ببینیم تستش کنیم ببینیم چه جوریه خب رو دستشون بهتر میتونی بگیرین حرکت میکنه خب همون دیگه بس صرف پوست نگه ببین وقتی که
اونا که سنشون بالاه پوستشون چربی زیر پوستشون کم میشه. خب این اون باعث میشه که رگ فرار کنه رو دست. شما وقتی اینجوری پوستو بکشی رگ ثابت میمونه، برای همین راحت تر میتونی بگیری. بعد پوستو بکشی، پوست نکشی که این فرار میکنه. وقتی به تو رگ دیگه مهم نیست، دیگه راحت میتونی ادامهشو بدی. حالا اینجا اینجور جاها رگگیری مقدار سخته، ولی رو دست برای کسایی که سنشون بالاه رو دست راحت تر میتونی بگیری. البته کسی که مهارتشو داشته باشه یکم سخته، البته اونم مهارتش داشته باشی رو دست سیفتر. اینجا مقدار سخته، اینجور جاها خیلی تبحر بالاتری میخواد اتفاقا نسبت به اینجا. حالا بذار بیاره ببینم، بیا بذار ببینم چیکار میکنم. اوکی اوکی نیست، فقط آروم بزن که یه وقت دردش زیاد نشه. از اینجا از اینجا از اینجا متعی از اینجا بزن. این رگای آبی رو همیشه رگی که خرابه احتمال داره خراب باشه رو از مستقیم اونجوری بزنی، از بالا احتمال داره فشار بیاد بیاد. من اونایی که رگشون نازکه از مستقیم بزن. نه نه داره باد میکنه، ولش کن نزن، اینجا داره باد میکنه. اینا رو میبینی؟ حالا یه کاری کن، بیا اونو ولش کن دیگه، اینا چیزش کن، پایینا کش کن، فکر نکن خون بیاد دست بر... اصلا اینو بردار بیاد خون میاد، فکر نکن خون بیاد. ببن بیا رو دستش بگیریم، بیا رو دستش بگیریم، رو دستش اتفاقا بهتر. اینه بیا پایین تر یه ذره ببن. ببین رو دست بهتر اتفاقا، یعنی اینه باید یه زبط با اینجوری یاد باشه. الکل بهم بده، پنبه الکل بده، یه پنبه الکل بهم بده بچه. خب الان خب ببین یکی از تکنیکایی که راحت رگ رو میتونیم بزنیم بیاد بالا با این، با این هم با این روش خودم هم بگیرم، با این روش رگ باشن تر میاد بالا. یعنی به این روش میزنیم این رگ چرخ خوشگل اومد بالا. حالا از همین جا میری بشن صاف هم نیست، اونو در میاریم برات. این صاف صاف، این از همین جا بری قشن راحت میری تو رک. فقط نوک سوزن رفت تو رک، یه ذره سوزن میکشه عقب، ما بقیه رو راحت میری داخل. نه نه سپاس کن، بس کن کج نیست، بس این بس کن، این پلاستیکش کج کن. از اینجا برو، از همینجا صافه دیگه، از همینجا برو مثلا مستقیم برو تو رگ. احسن. خب حالا یه ذره بکش. نه آها برو تو، تموم شد رفت. و هم میگم روی دست خیلی راحت تر اتفاقا میتونی بگیری. باز کن دستتو، روی دست راحت تر میتونی رگ بگیری. الان روی دست گرفته بودی تموم بود. خب حل، یه چسبشو بزن، یه چسب بزن روش. نمیخواد باز اول چسب بزن بچه، همیشه وقتی رگ میگیری اول چسب بزنی، چسب بزنی این که این رگ ثابت باشه. بعد اون چون ممکنه بعضی موقع اینی در آوردن یهو دستم بخوره این در بیاد از رگ اصلا. خب یه سرمش اومده نیست، یه سرمش واسه کنیم. خب ولش کنیم، می‌ذاریم سرمش رو بس مستقیم واسه کنیم دیگه، چه کاریه. اینو واسش با یه هواگیریش کنیم. هواگیری شده. خب این برو بالا اینو واسش کن. واسه باش. خب بیارش. نوزادان رو برداشته، یعنی کسی برداشته؟ که دیشب؟ بازش کنم بره، اینم که اوکی داره میره. خب بذار پایین دستتو، بذار پایین دستتو، بعد اونم بچه در بیاریم، اینم دیگه در بیاریم، یه پم چیز هم روش بذاریم. دوستان عزیز بریم یه کتوراک با یه هیوسین بزنیم. کتوراک و هیوسین نقطه رو میبینین، این نقطه باید به سمت خودتون باشه. تو باید کنید سنگ میشه.
اورژانس هم شلوغه طبق معمول. دوشنبه بهت نوبت داده؟ سعید هم خونیزی میکنی ما وقتی خون میگیریم با همین باقی مانده خون میتونیم قند مریض رو هم چک کنیم. میتونیم حالا از این وقت شده بودم به اینجا تماس میدیم و شمارش رو معکوس میزنم و بعد الان قندش 82 جان الان میارم.